رئیس کمیسیون بهداشت میگوید قالیباف در جریان سفر به ترکیه نبود چون شبها در مجلس میخوابید. حق داره خدایی، حق داره. این صندلی‌های مجلس انقدر نرم و راحتن که نماینده‌ها در طول روز هم خوابشون میبره. لعنتی صندلی نیست که، خوشخواب طبی دو نفره است. مجلس لالا، وزیر لالا، آمد دوباره یک گندی بالا. قالیباف خوابید مثل بقیه، زن و بچه‌ش هم رفتن ترکیه. لا 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 لایی باقر، لا لایی، لا 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 لایی باقر، لا لایی. جناب آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس انقلابیه، یادگار 8 سال زنگ تحمیلیست. یادگار چیه؟ ایشون هنوز هم تو حال و هوای جنگ و جبهه است. در آخرین جنگشون هم که دیدید خانوادگی حمله کردن به کشور ترکیه و 20 تا چمدون غنیمت جنگی برامون آوردن. ما برای مجلس شورای اسلامی برای تصدی و استمرار و ادامه ریاست مجلس، من رئیس مجلس انقلابی میخواهیم، نه انحرافی. حالا انحراف هم در حد چند درجه اشکالی نداره. مثلا شما ممکنه دلت با قوم و جمکران باشه ولی خب خودت از آنتالیا و استانبول سر در بیاری. این اسمش انحراف نیست، انعطافه. مجلس همه پشتیبانی کرده از این عزیز. حالا یه اتفاقی، همه اشتباه دارن تو زندگی، ما معصوم نیستیم. ول کنید، جمع کنید این مسائل تو کشور. ول کنید، جمع کنید. واقعا اشتباه کردن و من مطمئنم که هم خود ایشون، هم خانومش، هم دخترش، هم دامادش، همگی بسیار پشیمونن از اینکه زمستون نرفتن ترکیه که خلوت باشه کسی ازشون فیلم و عکس نگیره. این ملتی که جون دادن، جوان دادن، شهید دادن و به این آسانی از کنار نیروهای انقلابی سایی خستگی ناپذیر خودشون عبور نمی کنند. این اینجوری که داره به خودش فشار میاره، بال بال میزنه، من نگرانم همونجا وسط صحنه علنی یه سقلوب بذار دست فردا مجبور شه با همکاراش بره ترکیه دنبال سیسمونی بچهای خودش. 233 نماینده خواستند با طراحان و مجریان به گفته آنها پروژه های تخریب مسئولان و در صدر آنها پروژه تخریب هدفمند رئیس مجلس جمهوری اسلامی برخورد شود. یعنی تا هفته پیش جدا جدا ماله می کشیدن، الان زدن تو خط کار گروهی. همینجوری پیش بره، اینا به زودی واسه حمایت از نوه رئیسشون کنار راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی و روز قدس یه راهپیمایی روز قالیباف با شعار اختلاس، راندخاری، سیسمونی اسلامی هم راه میندازن. توش هم کیک و ساندویچ میدن، هم پستونک و شیر خوش. احمد حسین فلاحی نماینده همدان: پیام جنجال سفر خانواده قالیباف این است که مجلس روی طرح صیانت مصر باشد. دیگه دوره مرغ و گوسفند سر بریدن گذشته. عصر تکنولوژیه، دنیای ارتباطاته. واسه همین هم نمایندگان مجلس انقلابی نرز کردن نوه رئیسشون سالم به دنیا بیاد اینترنت رو جلو پاش قربونی کنن. در مورد طرح صیانت هم صحبت کردی؟ صیانت چیزی ما بسید طرح صیانت نداریم. بله، خب پس یادتون باشه از این به بعد به جای طرح صیانت میگی طرح قانونمندی فضای مجازی، به جای طرح افزایش جمعیت زورزوری حامله کردن مردم هم میگی طرح هدفمندی شبهای جمعه یا طرح بلوغ تلمبه ملی. این طرح به یه بلوغ نسبی رسیده. به به، طرحشون به بلوغ رسیده و الان آماده یه دخوله دیگه. به هر حال در این مسائل دولت آتیشش اونقدر تنده که ششم دبستان به بلوغ زودرس میرسه، ولی خب در مسائل دیگه هنوز ششش هم کف نکرده. معاونت صنایع عمومی وزارت سمت هم اعلام کرده که فعلا برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم و فعلا باید از تولیدکننده حمایت کنیم تا تولیدکنندگان ما به بلوغ برسن. چی دیگه؟ ال جی و سامسونگ و سونی دارن بچه‌ها و نوه‌هاشون رو بزرگ می‌کنن، اینا هنوز بعد 40 سال هنوز به بلوغ نرسیدن.
والا این دیگه بیشتر به ناتوانی جنسی شباهت داره. من فقط نمیدونم اینا اگه به بلوغ نرسیدن پس این قیمتای کاتوکلوفتی که تا دست رفته تو پاچه مردم مال کیه؟ تو محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قیمت جدید ماکارونی اعلام شد. ماکارونی رشته‌ای ساده 500 گرمی 17000 تومان، 700 گرمی 24000 تومان و 1000 گرمی 34000 تومان تعیین شد. متاسفانه با وجود تاکید مسئولین قیمت‌های احمق و بیشور نه تنها به سال قبل برنگشتن بلکه یه شبه دارن 10 سال میرن جلو. با این نرخ مواد غذایی احتمالاً برای دور بعد انتخابات رو پوسترهای تبلیغاتی پرپکان به جای سید محرومان بعد بنویسن سید مرحومان و مغفوران. تنها امیدمون بعد این باشه که اینا تا اون موقع خودشون رو منقرض کنن.